با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، بینندگان دوست داشتنی و مهربون. امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنین خوب و سالم و سلامت باشین. آرزوی ما تندرستی شماست. میدونم الان از سر کار بعضیا برگشتن، نشستن پای گیرنده هاشون تا برنامه کوچه خاطره ها رو ببینن. امروز هم یک مهمان عزیزی، یک هنرمندی که شاید هفت هنر رو، به جرات میگم هفت هنر رو تو وجودش داره: هنرپیشگی، خوانندگی، نقاشی. حالا بهتره خودشون بیان جلوی دوربین، حتما ازشون سوال میکنیم راجع به کارهاشون رو توضیح میدن. یه برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمتشون. من فقط یک آرزو دارم، اونم دامادی رضاست. اون تنها اندوخته ای من، دلم میخواد بندازم به گردن عروسم. مادر عزیزتر از جانم، از تو میخواهم شجاع و بردبار باشی. با ناملایمات بسازی و این را بدانی تو تنها مادری نیستی که فرزند از دست داده است. با غصه و گریه بران چه داشته ای؟ بله عزیزان، دیدیم چقدر زیبا بود. متوجه شدین مهمان برنامه کیه؟ استاد رویگری عزیز، که چهره آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون. من سلام عرض میکنم خدمت استاد. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های خوبتون و همه اون چیزایی که آقای موسوی گفت منم میگم. یادم اونایی گفتی. بله، یه سلام علیکی با بینندگان عزیز داشته باشی، سوالامونو بله کلید میزنی. سلام خدمت همگیتون، انشالله هر جا هستین خوب و خوش باشین. خوشیتون البته با مرمای خود فرق داشته باشین. انشالله که همه خوش باشن. جناب آقای رویگری، به برنامه خودتون کوچه خاطره ها خوش اومدین. ممنونم. طبق برنامه های قبلی ما میریم کوچه قدیمی شما. البته من میدونم بیننده ها تماس میگیرن، سوال میکنن، فقط صرفا به خاطر بیننده هاست. جناب آقای رویگری، تهران به دنیا اومدید؟ شمران. کجای تهران، کدوم منطقه؟ من زیر بازار تجریش به دنیا اومدم، توی کوچه کاشف. بله. الان شده شهید سلیمان زاده. الان هم ساکن همونجا هستین؟ نه خیر، دیگه اونجا دیگه. بعد همون محل ازدواج کردین؟ بله، تو همون محل که بودم ازدواج کردم. بل. دیگه بچه هم تو همون محل بودم به دنیا اومد. بله. خب ما بهتره شناسنامه شما رو ورق بزنیم. صفحه اول شناسنامه شما چی نوشته؟ نوشته رضا رویگری، ات محمد رضا رویگری. بله. صادره از تجریش، قریه تجریش. من خوشبختانه دهاتیم و خیلی هم بهش افتخار میکنم. بله، همه ما دهاتی هستیم. بله. بعد صفحه دوم. سال 6/10/1325 به دنیا اومدم. بله. تک فرزندم. بله. یه دونه پسر دارم، یه دونه نوه دارم که عشق. نوه دختریه؟ پسری. پسری. بله. ولی خودش دختره. ولی توی دیشب که من تو اینترنت چک کردم، گفتن نوشته بود که نوه دختری. گفتم چطور یه پسر داره؟ بعد نوه دختره. آها، نوه دختر. بله بله. ولی بله. از پسرمه. بله، زنده باشن ان شاءالله. الان همین تهران زندگی میکنن؟ خیر، ایشون یکی از جزء 40 دیجی برتر جهانه. بله. الان ایران نیستش، تایلند، اونجا ها کار دیجی میکنه. بله بله. جا داره جلوی دوربین کوچه خاطره ها سلامی عرض کنیم به خانواده محترم جناب آقای رویگری، فرزند عزیزشون و نوه گلشون. هر جا که هستن امیدوارم سالم و سلامت باشن. ممنون. خب صفحه دوم شناسنامت چی نوشته؟ نوشته قطعه هنرمندان. نه دیگه، آخر رو نگفتم. صفحه دوم. ولی صفحه دوم در چی معمولا نمیسن؟ ازدواج کردیم. بله. حاصل ازدواج چونم که فرمودین یه همون... دونه پسر دارم، سه بار ازدواج کردم. بله، سه بار ازدواج کردین شما. بله. ماشاءالله. آره. بله. ما در دهاتی فقط زن میگیم.
خب چجوری شد که از کجا شروع کنیم؟ سینما، تئاتر، تلویزیون، نقاشی؟ من کارمو با تئاتر شروع کردم. بله. نمایشی بود به نام عبادتی بر مصیبت حسین ابن منصور حلاج. بله. کار خانوم خجسته کیا که ایشون یکی از نوابق واقعا هستن. بله. که زندگی نامه حلاج رو به صورت نمایش در آوردن و اون موقع ما رو صحنه بازی کردیم. چقدر هم کار زیبایی بود. پیتر بروک اومده بود ایران، وقتی کار رو دید گفت وای این چیه، من توش میخوندم. بله. یعنی من مثلا به خاطر صدام رفتم تو بازیگری. بله. به یکی از دوستام که تو نمایش بود گفت یکی رو برام بیارین که هم بازی کنه هم بخونه. بله. اینه که خلاصه با اون نمایش شروع کردم. بعدم ویسورامین دومین نمایشی بود که کار کردم توی تخت جمشید شیراز. بله. شنیدم که تو امریکا هم شما تئاتر گذاشتین. بله، ما معرکه در معرکه رو تو امریکا. بله. آلمان و دیگه کجا؟ فرانسه، پاریس، اینطور که اجرای فرانسهش من نبودم. بله. چون من سر یه کاری بودم نرسیدم اونو برم. بله. بعد از تئاتر اومدین سینما. بعد از تئاتر کار نقاشیمو شروع کردم. بله، نقاشی. بله، نقاشی. میگم تای کوچه‌مون یه دوستی داشتم، آقا رضا، اونم هم اسم من بود. بله. سپایه رو می‌ذاشتیم تای کوچه و روش نقاشی می‌کردم. بله. و ایشون هم به من تعلیم میداد. بعدها خودم تو بازار قائم گالری باز کردم و شاگرد داشتم. بعد که مریض شدم دستم اینجوری شد دیگه، چون قلم نمیتونم دستم بگیرم، دیگه نقاشی رو گشتم کنار. بله. ولی بعدش شروع کردم به خوندن و به صورت جدی، چون موقع تو تئاتر رو میخوندم. ولی سه تا ترک آواز ضبط کردم که زنده یاد چشمازر، ناصر چشمازر. بله. تنظیم کرد. بله. و آقای منصور تهرانی هم شعراشو گفته بود فکر کنم همه رو. بله. یکیشم طوفان عزیز ساخته بود برام. همه رو باید بگیم زنده یاد. بله، زنده یاد. بله. خب به خاطر اینکه جناب آقای رویگری رو خسته نکنیم، نه تو رو برنامه... خستگی نگیم، مثلا خسته نمیشه. خواهش میکنم بریم یه برنامه ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما هموطنان. ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها. قبل انقلاب هم شما کار کردین، چند تا سریال کار کردین، چیزی حضور ذهن دارین شما؟ ولی من قبل از انقلاب از همین حلاج که شروع کردم، تئاتر خیلی کار کردم. بعد این سریالی که حالا اسمشم یادم نیست، شاید یادم بیاد تو برنامه که داریم ضبط میکنیم، اینو کار کردم و خدمتتون عرض کنم. دیگه بعدش یه دیگه بعد از انقلاب محله بهداشت رو کار کردم. بعد از محله بهداشت رفتم سراغ سینما. با زنده یاد خاچیکیان عقاب‌ها رو کار کردم، یوسف لنگو کار کردم، بعد اجاره نشین ها با آقای داریوش مرجویی، خیلی کارهای دیگه بود. خب ببینید، ما یه خود بشکافیم این کارهایی که الان شما میفرمایین. عقاب‌ها رو بلد. به کارگردانی کی بود؟ با کیا هم بازی بودی؟ آقای خاچیکیان. ساموئل خاچیکیان. بله. کارگردانش بود. بله. بعد عقاب ها خوب من بودم، آقای سعید راد بود. بله. آقای جمشید هاشم‌پور بود. فکر کنم بهزاد رحیم خانی هم بود. آره. بهزاد رحیم خانی بود. بله. شهاب عسکری بود. بله. ولی از اونا که یادم نمیاد ببخشن. بله، خواهشم. از تئاتر شروع کردی، بعد رفتی نقاشی. چه سالی وارد سینما شدی؟ سال همون 68 اینا بود. یعنی اولین کارتون عقاب ها بود؟ عقاب ها بود، بله. خب بعدیش؟ بعدیش عرض کم یوسف لنگ بود، بعد بله. اجاره نشین ها. بله. اجاره نشین ها. خب راجع به اجاره نشین های خورده صحبت کنین. زنده یاد عزت الله انتظامی برادرتون بود؟ بله.
خانم خیرآبادی، نادره سینمای ایران هم بله. مادرتون بود. مادرم یک کمی از این فیلم برای ما تعریف کنید تا خاطرات بله. این بیننده های عزیز زنده میشه. بله. زنده یاد هم منوچهر حامدی بود. بله. آقای سرشار، حسین سرشار بود. خواننده خوب اپرا کردن. بله، فوت کردن. و دیگه اکبر عبدی بود. سیاوش تیموریس بود. کارگردانش کی بود؟ داریوش مهرجویی. داریوش مهرجویی. بله. بله. خب میریم یه قسمت‌هایی از این فیلم رو می‌بینیم. اجاره نشین‌ها. بله. قسمت‌هایی از این فیلم رو می‌بینیم. برمیگردیم باز در خدمت شما. بهش بگو اکبر ولش کنه. سویچ بده، من خودم میرم می‌گیرم. خیر ببینی الهی. سویچ بده. بچه‌ها. مگه نمی‌بینی دستم بده مادر. دستون درد نکنه. سویچ بده بده پشت برداری. فکر کنم بسن. ده تو برادر خوب نیست با هم دیگه توی یه خونه قهر باشید. بده مادر، بده بابا. خدا الهی عمرت بده مادر. الهی خیر ببینید. یالا یالا ای بابا چرا شما؟ علی بخون، خجالت نکش، بخون. راحت باش آقا، بخون، بخون. بخون دیگه. باجزه شما. بخون. چی کل جون دلم وای مو بی قرارم. چی کل جون دلم وای مو بی قرارم. مو از دوری تو تو علمان بی تیتم مسافرم مسافر. تو علمان بی تیتم مسافرم مسافر. دستمال گلسی بیار وای سرمو ببندم. دستمال گلسی بیار وای سرمو ببندم. چاقوی سی دستمال وای چی گل بزنم. وای علمان بیته تم مسافرم مسافر. وای علمان بیته تم مسافرم مسافر. بله، دیدیم اجاره نشین ها رو به کارگردانی استاد مهرجویی. جناب آقای رویگری، من فکر میکنم این اجاره نشین ها اون ساختمون یک کشور بود. بله درست. دو تا دلال از یک کشور بود. بله. دو تا دلال بودن که میخواستن این خونه رو دولپی بخورن که بله. مثل مملکت خودمون که همه میخوان اینقدر شیرینه بخورنش که نمیتونن. یکیش امریکا بود. یکیش امریکا بود، یکیش روسیه بود. بله. که یکیشو بعد طبقه های اون خونه هم که اقشار مختلف جامعه بود. جامعه بود، بله. چقدر هم زیبا بود این فیلم، چقدر هم زیبا بود. خیلی. نقش شما هم خیلی عالی بود تو این فیلم. خب اوج کار آقای رضا روگری، اون کار که خیلی شما رو به جامعه معرفی کرد و براش سر دست میشکستن، البته یکی از آهنگاتونه، ولی میخوایم از سینما خارج نشیم، کدوم کار شما بود؟ من خانم فریما فرجامی رو یادم رفت اسمشونو بگم که تو همین کار اجاره نشین. اجاره نشین ها، بله. والا من با محله بهداشت به مردم معرفی شدم. محله بهداشت؟ بله بله، اون کاری که محله بروبیا میگفتن، پس یه قسمتش بروبیا بود، مال ما محله بهداشت بود، چون راجع به بهداشت صحبت میشد توش. بله. بعد نقش شما در این فیلم؟ والا یه دختر خانومی منو دید، داشت میرفتم کوه، یه تا من دید هول شد، گفت گوریل، شیر، پلنگ، نه خرس، همه حیوانا رو گفت، شیر رو یادش رفت بگه. بله. نقش شیر رو بازی میگه، امو شیره میگفتم داشت. بله. البته قابل توجه هنرمندان عزیزمون، اگر یک موقع یک فیلمی رو ما داریم صحبت میکنیم راجبش، اگه یادمون رفت از شخصی اسم ببریم منظور نداریم، دوستتون داریم. یه موقع خب از قلم میفته من عذرخواهی میکنم، مثلا فریما فرجامی رو آقای رویگری یادش افتاد که در اجاره نشین‌ها یه نقش خیلی خوبی هم داشتن. بله. بس
این سریال بروبیا بود که شما رو معرفی کرد. بله، محله بروبیا دیگه با اون به جامعه شناخته شد، شناسونده شده. بله، چند تا فیلم تا حالا بازی کردین سینمایی؟ بله، چند تاش نمیدونم، یاد فکر کنم 30-35 تایی باشه. بله، خود خیلی از اون فیلمایی که میگن 90 و نمیدونم فیلمای کوتاه رو چی میگن؟ تلفیلم و اینا میگن. من اونا یه حدود 15 تا هم از اونا بیشتر بازی کردم. بله. تئاترم که تا بخواین حدود 30-40 تا تئاتر کار کردم. جشنواره‌های مختلف لهستان، فستیوال ورشو رفتیم. تو لس آنجلس اجرا کردیم، تو آلمان اجرا کردیم. بله. و خیلی جاهای دیگه خدمتتون عرض کنم که بعدش چند تا نمایشگاه گذاشتم تو هم آمریکا، نمایشگاه نقاشی مو گذاشتم. نمایشگاه نقاشی. بله. بله. همش هم موفق بوده. موفق از نظر به هر حال همی که تونستم کارامو به یه سری نشون بدم، این جهت خوب بود. بله. آقای رضا رویگری محبوب مردم ایران، واقعا محبوب مردم ایران، یک چهره آشنا چه در سینما، چه در تلویزیون، نقاشی و خوانندگی همیشه موفق بودن. یک آهنگ خوندین شما ایران رو تکون دادین با اون آهنگ. ما میگیم ترانه، حالا میگن سرود. ایران ایران بیسریشتری بود. بله، طوری شد که من خودم باور بفرمایید روزی 20 بار این آهنگ رو گوش میکردم بازم سیر نمیشدم. از این آهنگ خورده به ما بگید ساخت کی بود، تنظیم کی بود، شاعرش کی بود؟ آقای فریدون خوشنود ملودیشو ساختن. بله. آقای حسین سرفراز شعرشو گفتن. بله. و خوانندگی و این چیزاش هم که با خود من بود. بله. دیگه خدمتتون عرض کنم یه چند تا دانشجورم تو اون حکومت نظامی بود دیگه، پیدا بله. کردیم و تو کوچه خیرشون گرفتیم و بودیم بودیم بیاین الله الله بخونیم. بله. کورشو بخونن. کورشو بخونن. یکی هم پیدا کردیم واسه همون تبل و سنج زد. بله. دیگه دکلمه و از اون و این چیزاش هم که باز خودم گفته بود. بله. شنیدم این زمانی که اینو داشتین کار میکردین اون صدای سنج و فلان اینا رو با زنجیر در میآوردین. نه، زنجیرم از اون زنجیری که سینه زن ها میزنه از اینم توش بود. بله. خیلی هم صدای زیبایی داشت ولی متاسفانه اون موقع چون دستگاه های استودیو مثل حالا نبود متاسفانه اونا شنیده نشد. بله. خب به اتفاق آقای البته بگم بله. یه پیانو هم زیرش بود. بله. خدای بله. خوشنوز پیانو رو در آوردیم. بله. چون نمیدونستیم چه خبر دنیا. الان از آقای خوشنود خبر دارین؟ متاسفانه الان مدتیه نه. یک سوال برام پیش اومد جانه. که این صدا رو شما از کی به ارث بردی؟ صدات خیلی خاصه و به دل مردم نشست. میگن من یه دایی داشتم که خودم نایده بودم، میگن باغ فردوس تجریش که میخوند سر پل تجریش صداش میامد. بله. صدای خوبی داشته. بعد پدرم هم موقعی که پدرم هم باغبون بود. بله. یه آدم شریف و واقعا خدا رحمتش انسان واقعی. بله. بعد ایشون هم موقعی که گلار آب میداد میخوند روحشون شاد. بله. من فکر کنم صدام به بله. پدرم و داییم رفت. بله. صدا به بس از ایشون به ارث بردیم. بله. شما هرچه خاک اون عمر شما باشه. خب میخواییم یه خوردم بریم جمع هنرمندایی که تا دیروز بین ما بودند و امروز نیستن و یه سیرشون هم هستن. هنرمند مورد علاقه آقای رویگری کیه؟ حالا چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب؟ والا از چه جهت هنریش میگی، بازیش میگی؟ خب ببینید از انسانیش میگی؟ فرق نمیکنه از لحاظ انسانی بازی. والا بازی اگه بخوام بگم خب من زنده یاد پرویز فنی‌زاده برام یکی از بازیگرایی بود که واقعا بازیشون رو خیلی دوست داشتم، بازیگر فوق‌العاده‌ای بود ایشون. و خسرو شکیبایی هم که خب سالها با هم کار کردیم کارهای مختلف و خب اونم کسی بود که نمونهش دیگه نیومد و نخواهد اومد. استاد انتظامی، استاد مشایخی، اینا که نام میبرم باشون کار کردم. بله. استاد مشایخی رو فرمودین، اخلاقا چه جور آدمی بود؟ ماه
استاد جمشید مشایخ. انسان بل. واقعی بل. دوست داشتنی بل. بی حاشیه. بدون اینکه یک بار شما پای صحبتش بشینی از این بد بگی، از اون بد بگی، از این حرف بزنه، از اون حرف بزنه، اصلا و ابدا. بله. کاری به کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود. بله. بله، یادی کردیم از هنرمندان بزرگ کشورمون مثل استاد جمشید مشایخی، انشالله که روحشون شاد باشه. تا دیروز بین ما بودن، امروز تو این برنامه کوچه خاطره ها یاد کردیم، روحشون شاد، یادشون گرامی. آقای روگری، آقای مشایخی تمام تولدهاش تو این خونه گرفته شده که الان ما نشستیم. و این آقای حبیب جهانی یک مرد بزرگ، سفره‌دار، دوست داشتنی، محبوب و دوست صمیمی جمشید مشایخ. فقط ما رو دعوت نمی‌کرد. چون شما یاد که انشالله چرا از این به بعد دیگه؟ انشالله از این به بعد اینجا هر ماه برنامه داره. همه هنرمندانی که هستن، البته قدیمی‌ها بیشتر، آقای عباس قادری، جواد یساری، ایرج مهدی، همه میان اینجا دور هم میشینن یک ساعتی رو میگن، میخندن، از قدیم‌ها یاد میکنن. به این دلیل گفتم استاد مشایخی چجوری آدمی بود که فرمودین خیلی خوشمرام و خوشاق. همینطوره. خب بریم یکی از برنامه‌هاتو ببینیم، خسته نشی، برگردیم دوباره در خدمتتون هستیم. بله عزیزان، در خدمت آقای حبیب جهانی هستیم، یار و یاور و حامی هنرمندان. من اسم خونه‌شو گذاشتم خانه هنرمندان، که خیلی به هنرمندان محبت داری. امروز میزبان یکی از هنرمندانی بودی که خیلی ساله که خیلی برای ایرانی ها زحمت کشیده، جناب آقای رضا رویگری. شما میشناسید؟ امروز مهمان شما بود. بله، افتخاری بود واسه ما، محبت کردن، قدم به چشم ما گذاشتن، سعادتی بود خدمت ایشون بودیم و هنرمند خیلی خیلی خوبیه. آقای جهانی، شما از فیلم‌های رویگری چیزی یادت هست؟ بله، فیلم عقاب‌ها. بله. اجاره نشین‌ها. بله. که واقعا بازی خوبی داشت، خانم نادرم بود. بله بله. بله، فیلم عقاب هم که ایشون نقش یه خلبان عراقی داشت. آفرین. که اسیر میشه تو ایران، به اسارت میگیرنش، آقای سجیراد بازی میکرد. بله، فیلم های خوبی بودن اینا. بله، درود بر شما. خب از ترانه‌ای که خوند و ایران تکون داد اسمش چی بود؟ ترانه‌ای که خوند، من 16-17 سالم بود. بله. اول انقلاب. دو سه تا کلمش که میدونی؟ بله. ایران ایران بود، ایران ایران رگبار مسازند را. آفرین. بله. خیلی قشنگ بود. هی تون تون اینو ما این آهنگشون بیذاشتیم گوش می‌کردیم. یه خاطرات خیلی خوبی دارم ازش. بله. نوجوان بودیم، 16 17 سالم بود. واقعا قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. آقای جهانی، از اینکه شما همیشه میزبان هنرمندا هستی چه لذتی از این می‌برید؟ لذت می‌برم در خدمت هنرمندان باشم. بله. چون واقعا هنرمندا ظلم بهشون شده. بله. مثلا امروز آقای رویگری راجع به آقای مشایخی صحبت کرد. بله. شما چی دارید از آقای مشایخی؟ آقای مشایخی، ما بالای بلوش 25 سال، بالای 25 سالی که واقعا افتخار دوستی داشتیم به ایشون. بله. واقعا مثل پدر بود واسمون. بله. واسه کل خانوادمون. یه علاقه خاصی بهش داشتیم. انسان بزرگی بود. واقعا هنرمند خوبی بود. بله. خدا رحمتش کنه. یادم میاد که تولدش هم خونه شما. بله، تولدش که آقای نصرت الله وحدت بود، آقای عباس قادری، آقای جواد یساری و خود آقای موسوی که در خدمتون هستیم. آقای با خانواده آقای رمضانی فر بود. دوستان زیاد بودن. آرش. بله، آقای آرش میرمدی بود. بله. دوستان همه بودن، همه با خانوادگی جمع بودیم دور هم. بله. خب بله. از هنرمندایی که بین ما نیستن تو برنامه آقای رویگری یاد شد، استاد جمشید مشایخی بود، دوم درویش جاویدان که همیشه خدا رحمتش کنه. آقای جاویدان هم که با حالوش 25 سال بود با هم واقعا ارتباط خیلی نزدیک داشتیم. بله. دوست خانوادگی هم بودیم. هر وقت یادم میفته باور کن بغض گرمو میگیره، مخصوصا آهنگاشی گوش میکنه. بله، دیدم. واقعا بغض گرمو میگیره. آقای موسوی زنده باشین. بعد هر جا که هنرمند از دنیا میره شما اونجا سریع حاضر میشید. وظیفه‌مونه. واقعا حق زیادی گردن ما ملت ایرانی دارن. حق دارن هنرمندا، حق زیادی گردن اون دارن. وظیفه‌مونه که تو مراسماشون بریم، تو شادیاشون شرکت کنیم، خدمتشون باشیم.
وظیفه است. برنامه کوچه خاطره ها رو میبینید؟ بله، واقعا برنامه خیلی قشنگ، یه دست شما درد نکنه. زنده. از زمانی که شما این برنامه رو درست کردین و پخش میکنید، هنرمندایی که واقعا ملت ازشون خبری ندارن، نمیدونن خارجن، هستن، نیستن، همه رو واقعا دو صفحه تلویزیون آوردین و خیلی خوب بود، واقعا عالی بود. خب انتقادتون، پیشنهادتون برای ما که خب بالاخره کم تجربه هستیم این برنامه رو ادامه بدیم چیه؟ شما استاد ما هستید، واقعا برنامه خیلی قشنگیه، خیلی خیلی خوبه برنامهش، خیلی خوبه، دست شما هم درد نکنه. انتقاد... تشکر میکنیم از شما بی نهایت. زنده باشید. در پایان دوست دارم هر چی که دوست داری به آقای رویگری که این برنامه رو انشالله به زودی ببینه و از این حال هوا بیاد بیرون. دیدی که اسم چند تا از هنرمند آمد گریه کرد. گریه کرد، بله. ببینه شاید با این داروی بدنش باشه هر چی دوتر از این حال هوا بیاد انشالله. دوست داری بهش چی بگی؟ دوستش دارم. با خود آقای چی صحبت کن؟ آقای رویگری دوستت داریم، انشالله که همیشه سلامت ببینیمت، سرحال ببینیمت، انشالله که مشکلی نداشته باشی، خدا کنه سایت همیشه بالا سر ما ایرانی ها باشه و پرچمت بالا باشه، ما هم زیر پرچمت باشیم. دوستت دارم. جناب آقای رویگری، من یه چند تا تک سوال دارم ازتون. تیم مورد علاقتون رو میخوام بدونم، کدوم تیم رو دوست دارین؟ ولی دیگه همه میدونن که ما طرفدار پرسپولیس هستیم. احسن، واقعا احسن، آفرین. چون منم پرسپولیسی هستم. آره، نگاه نکنین آبی پوشیدم، برای تنوع برنامه است. من قرمزم. خب ورزشکار مورد علاقتون چه ایرانی باشه چه جهانی باشه فرقی نمیکنه؟ خیلی هستن. من الان خب توی فوتبال رونالدو و مسی رو خیلی دوست دارم. به به، بله به. من ورزشکارا توی قسمت‌های مختلف خیلی زیاد هستن تو سطح دنیا که واقعا خوبه. حالا چند تاشو اسم میبریم تقدیر میشه ازشون. ورزش ایربگ هم خانم جنیفر لوپز. به به، همه خارجی ها رو دوست دارین. خب هنرپیشه ایران رو پرسیدم، گفتم هنرمندای ایران کدوم یکیشون رو دوست دارین؟ جواب منو ندادین. از هنرمندای خودمونو. چرا گفتم نیون آقای فنیزاده؟ فنیزاده رو. آقای انتظامی، آقای مشایخی. بله. هر گفتم که. خب. شکیبایی. بله. الانم یه چند تا جوان اومدن واقعا خوبه. خوبه؟ بله. خب یک سوال من اینه که سینمای آینده رو شما چجوری میبینی؟ اصلا سینما رو میشه دید؟ بله، چجوری میبینی؟ ولی نمیدونم، اگر سینمای خورده این خط قرمزاش اینقدر بالا پایین نشه آینده خوبی داره. خب ببینی هنرمند، شما خود با هنرمند ها سر کار داری، کار هنره، میدونی یه هنرمند رو اگر دست و بالش رو ببندن کاری نمیتونه بکنه. خب راجع به اونم سوال دارم. در این حالی که خود بچه ها میدونن الان تموم باید چه بکنن چه نکنن. بله. یعنی اون خانوم میدونه که موهاش نباید بیرون باشه، دستش نباید بیرون باشه. یعنی خودمون میدونیم باید رعایت بکنیم و رعایت هم میکنیم. بله. ولی یه چیزایی خیلی یه دفعه جلو دستبالی من، مثلا نویسنده رو نمیشه بهش گفت اینو بنویس اینو ننویس، برای اینکه خب به کل کار صدمه میخوره دیگه. بله. میگن به دیوید لین گفتن سینما چیه؟ گفت سه چیز. بله. اول سناریو، دوم سناریو، سوم هم سناریو. بله. وقتی سناریو کار نداشته باشه، نویسنده نتونه اون چیزی که دلش خواد بنویسه، خب بقیه دیگه کمیتشون لنگه دیگه. بله. جناب آقای رویگری، میخواییم بریم سراغ موسیقی. بله. شما از یک صدای خیلی خوبی برخوردار هستین و تو دل مردم جا دارین. فرق نمیکنه تو عرصه هنر چه بازیگری باشه چه خوانندگی باشه، چرا خوانندگی رو انتخاب نکردین بخونین، مثلا رفتین سراغ بازیگری یا نقاشی یا فرق نمیکنه؟ اتفاقا بارها فکر کردم که به صدام خیلی اجحاف کردم، برای همینم یه مقدار ازم گرفته شده. من الان 7 ساله که هیچی نخوندم. بله. خب ببینید، شما رو فقط الان مردم ایران با اون یه دونه ترانه میشناسن. بله. بیشتر از اینا میتونستین بخونین؟ چون مردم صدای شما رو واقعا دوست دارن.
حتی کار کردم، سه تا آلبوم بیرون دادم، الان حدود 34-5 ترک بله موسیقی دارم که حدود 15-16 تاشو خودم ملودیاشو ساختم. بله. و بعضیاش هم واقعا کارهای، حالا باید گوش کنی، کارهای خاصی شده. بله. الان در دسترس مردم هست بخوان بگیرن گوش کنن یا دانلود کنن یا حالا هر کاری؟ بله. که بتونن استفاده کنن. دانلود میتونن بکنن. بله. از عشق گفتن، قوغا، بله. کازابلانکا، بله. اسمای ست آلبوم هم ایناست. بله. چرا اگر بخوان پیدا بکنن جوینده یا بنده است. بله. خب ما اگر بخوایم ازتون یه تیکه خیلی کوتاه، میدونم که نباید اینقدر شما رو اذیت کرد، یه تیکه برای مردم ایران یا حالا هر جا که هستن زنده بخونین براشون. خدا شاهده خیلی دلم میخواد این کار بکنم، ولی باور کن آقای مشتبه، میگم سه ساله یک کلمه هم نخوندم. بله. اعتماد به نفس هم دست دادم تو خوندن. بله. ولی اینجوری نمیمونه، برای اینکه نمیذارم اینجور بمونه. بله. باید درست بشه. انشالله انشالله. خب ما الان در مال من نیست، نه صدا مال منه، نه بازی مال منه. بله. خداوند داده اینا رو من تقدیم مردم بکنم. بله. باید قدرشو بدونم. ببین جناب آقای روگری انقدر رؤوف هستن، انقدر به فکر مردم هستن که هنر خودشونو، حتی صدا، بازی، همه رو متعلق به مردم میدونه. خب از مردم گفتید، مردم قدردان شما بودن؟ بیش از حد. بله. واقعا گاهی میگم، میپرسم از آدم و میگم من چه کردم که شما اینقدر محبت صادقانه و اینجور قلبی به من دارین؟ بله. همه هنرمندار مردم دوست دارم، ولی عجیب غریب اون علاقه ای که مردم من دارن، یه جور خاصه. میگن تو برای ما 57 سال آمدی. بله. خاطره ساختی. حالا این محبتشون اینجوری میگم، ولی به هر حال واقعیتش من هیچ کاری نکردم که به خاطر مردم نباشه، البته کار هنر. بله. خدمتتون عرض کنم، این سوال من شاید یه خورده ناراحت کننده باشه. هنرمند مرگ نداره. ما شاید 40-50 ساله که استاد داوود مقامی رو از دست دادیم، یه خواننده است. خب میخوندم شعرش. بله. الان هر ماشینی سوار میشی روشن میکنن داوود مقامی میخونه، بس این زنده است. بله. مرگ یک هنرمند چه روزیه؟ روزی که دیگه کار نکنه. بله. کار نکنه یا اجازه کار نده. همون دیگه، اون که بدتر دیگه. بله. اگر بتونه و نذارن کار بکنه که دیگه مرگ تو مرگه. بله. خب بریم یک قسمت هایی از فیلم عقاب ها رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت استاد بزرگ مناسب بین 1 و 2 و شماره 5 صدفان 1 و پارسا هم رزرو هستند. بله. بالاخره کی شیرینی عروسیتو میخوریم؟ استارت میزنیم؟ استارت چک؟ بله استاد رویگری عزیز، هر چقدر که جلو میریم از کارات لذت میبریم، مخصوصا از بیانات زیبای شما. شما حسرت گذشته رو میخوری؟ مثلا بگی که ای کاش این کاره بودم و مثلا بازیگر نبودم، مثلا خواننده بودم بازیگر نبودم. حسرت گذشته رو میخوری؟ حسرت گذشته خوردن، حسرت گذشته بیفایده است. میشدم از گذشته، مثل این که الان فرمودیم که ای کاش مثلا میخوندم، آره صدام آره خوب بودن نخوندم شده، مثلا گفتم کاش مثلا این راه همو اینجوری رفته بودم، اونجوری رفته بودم موفق تر بودم. بله. یا این کارو نمی کردم به جاشون کارو می کردم. بله. کار هنری منظورم، چرا شده مثلا سرزنش کنم گاهی خودم. بله. بعد این میشه حسرت دیگه. بله دیگه. خب حسرت گذشته رو میخوری، در برای آینده چه برنامه داری؟ برای آینده. الان دعوت شدی برای بازی تو شمال. بله. این میشه آینده. برای آینده چی داری؟ تصمیم داری بازی کنی یا بخونی؟ والا خوندن که ایشالله صدام میزون بشه، تصمیم دارم یکی دوتا دیگه آلبوم بدم بیرون. بله. یه فکرهایی دارم براش.
انشالله. ولی کلن الان 3-4 تا قرارداد سریال و فیلم دارم. بله. یکیش باید برم همدان، یکیش شمال، یکیش مشهده. بله. یه مقدارشو بازی کردم. دیگه اینا هستش برای آیندم هم. والا بیشتر تصمیمم اینه که رو سلامتیم کار بکنم. انشالله. مردم میخوان ازم تو خیلی. بله. میبینن میگن تو رو خدا خوب شو برای ما کار کن، ما کاراتو دوست داریم. بله. خب جناب آقای روگری، من نماینده شدم از طرف همین مردم عزیز که اینقدر زنگ میزنن سوال میکنن چرا نمیری سراغ آقای روگری که ما دوستش داریم. ما نماینده این مردم هستیم الان در خدمت شما. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. بفرمایید من پاسخگو. بله. خب بریم یکی دیگه از کاراشو ببینیم برگردیم. بله، در خدمت جناب آقای محمود اسکندری هستیم، یکی از دوستان با وفای رضا رویگری. محمود جان، این روزها من میدونم که شما چقدر زحمت میکشین آقای رویگری رو، هر جا که دوست داره حتی دلش تنگ میشه به شما زنگ میزنه که منو ببر بیرون. بله. با چه خاطراتی، با چه کسایی روبرو میشین؟ حتی این بچه هایی که الان دو جوونا جوونا اینا درست. آقای رویگری رو تو خیابون میبینن، عکس العملشون چیه؟ من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و برنامه خوبتون آقای موسوی کوچه خاطره ها. البته ما انجام وظیفه میکنیم در مقابل آقای رویگری، چون کلی با ایشون، با بازی های ایشون، با صدای ایشون خاطره داریم. یکی از بازیگرایی است که 57 سال تو سینما تا تلویزیون این مملکت زحمت کشیده و به گردن همه ما دین داره و وظیفه است. ما انجام وظیفه میکنیم و افتخاریه که در کنار ایشون هست. جوانایی که با شما میبینن آقای روگری رو. بله. حتی نوجوان ها. بله بفهم. از خاطرات که خاطرات زیاده بخوام براتون تعریف کنم، چون اکثر مواقع خب با همون رضا افتخار اینو داریم که تو مراسم های مختلف باهاش باشیم. خدمت که عرض کنم، یه شب با آقای رویگری رفتیم آموزه ساله تجریش. بعد خدمتتون که عرض کنم، خب همون روز دلش گرفته بود، گفت بریم یه دور بزنیم. بعد اونجا یه بنده خدایی هست که شبای پنجشنبه جمعه بساط چای زغالی داره، آتیش میکنه، خیلی باحاله، چون زمستونم بود سرد بود. خدمتتون که عرض کنم تقریبا یک ساعت ما دور اون آتیش نشسته بودیم، چای میخوردیم. بعد یه دوتا دختر خانومه 14-15 ساله با یه آقا پسرم نشسته بودن، کلی با اینا ما گپ زدیم، گفتیم، خندیدیم. تقریبا یک ساعت بکنم تایم گذشته بود. بعد از یک ساعت اینا پا شدن که خداحافظی کنن، یه هایی نگاه کرد گفت نگو که آقای رویگریه. گفتم اتفاقا خود آقای رویگریه، که کلی این جوان ها خوشحال شدن و باورشون نمیشد. آقای رویگری واسه همه نسل هاست، حتی الان بچه های دهه 80 دهه 90 ایشونو دوست دارن و احترام میذارن. درود بر شما. مرسی عزیزم که وقت دادید. قربونتون برم. بله آقای رویگری، ما حالا بازم برگردیم سراغ ورزشکارای عزیزمون که مخصوصا این روزها ما داغدار دو عزیزی هستیم، جناب آقای میناوند و علی انصاری عزیز. واقعا دو تا از گلای ورزشمون بودن. بله. مخصوصا یک خواننده خوش صدا آقای جمشید نجفی. بله. ما میخواییم یک قدردانی بکنیم از همه دوستانی که در مراسم این سه بزرگوار شرکت کردن، چرا که همیشه اینا بودن که دل ما رو شاد میکردن. آقای نجفی میخوند دل ما شاد بود، یکی میرفت تو آمریکا گل میزد ما دلمون شاد بود. یه تشکری هم بکنیم از ورزشکار محترم، مردم محبوب مردم، الان خیلی هم دوست داشتنیه، علی کریمی. علی آقای کریمی واقعا یکی از اون ورزشکارهایی که تنها کسی که دوبار محبت کرد، یک دوبار اومد منزل من. بله. ایالتم و خیلی ازش ممنونم. واقعا یه ورزشکار بسیار افتاده و فروتن، بدون هیچ، بدون اینکه یه مقدار چیز داشته باشه، منیت داشته باشه. بله. اومد دیدن من و ازش ممنونم و میدونم چقدرم برای این دوتا عزیز زحمت کشید، آقای میناوند و آقای آقای علی انصاری. انصاری. بله. و
خدا خیرش بده، ایشالله که همیشه سلامت باشه. خب علی کریمی یکی از فوتبالیستاییه که کمتر مادر میزاد، یکی ایشونه و چند تا دیگه، آقای علی دایی که واقعا اینا افتخارات ورزش ما هستن. حالا فوتبال خیلی ها هستن، ورزش های دیگه هم همینطور، و این دوتا الان من تو ذهنم بود که حتما نامشونو بگم. بله، ببینید ما مردم ایران، من همیشه میگم واقعا معروف هستن به انسانهای پاک، انسانهایی که دستگیر همدیگه هستن و همدیگه کمک میکنن، هم ورزشکاراشونو دوست دارن هم هنرمنداشونو دوست دارن، و واقعا مردم خونگرم سنگ تموم میذارن همه جا. جا داره باز ما اینجا تشکر کنیم از همه کسانی که تو این مراسم این دو بزرگوار شرکت کردن، و من خودم شخصا جناب آقای رویگری تو خونه نشسته بودم گریه میکردم. یهو دخترم در باز کرد اومد تو اتاق، گفت چی شده بابا چرا گریه میکنی؟ گفتم مگه کم شخصی رو ما دست دادیم؟ ما علی انصاریان رو دست دادیم. همیشه لبخند رو لباش بود. بله، بجز این آقای کریمی که با ورزشکارای دیگه هم شما در ارتباط هستی باشون؟ والله خدمت شما عرض کنم، هم ورزشکارا هم هنرمندا، یه وقت جایی ببینمشون تو مراسمی باشه، بله، طوری باشه که ببینم، خب چون علاقه دارم بهشون، همیشه محبت و عشق بین من و اونا هست. حالا اونا من همینطوره. و نه مثلا اینطوری باشه که مثلا جویای حالت باشن. چرا دیگه، مثلا تو این مریضیم یه شب بچه های استقلال اومدن منزلم، بله، یه شب بچه های پرسپولیس اومدن، بله، ولی از هنرمندای سری از دوستام اومدن، از همکارام اومدن، و گاهی زنگ میزنن جویای حالم هستن. به هر حال مردم و همکارا و ورزشکارا ولمون نکردن، خدا رو شکر. بله، حواسشون به ما هست، برعکس بعضی ها که باید باشه و نیست. یعنی وظیفه اونایی که هست که باید حواسشون باشه که نیست. میگن که اونی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، ولی اونی که خودشو زده به خواب به هیچ عنوان شما نمیتونی بیدارش کنی. بله، یه سری خودشونو تو این مسئله زدن به خواب، اصلا نمیخوان بدونن چی به چی هست. خب این ورزشکارا و هنرمندا تمام عمر و جوانی و وقتشون رو صرف، البته من بگم با افتخار این کاری کردم و با افتخار میکنم اینکه برای مملکتم و برای این مردم کار کردم، هیچ منتی هم سر هیچ کسی نیست، وظیفه‌مو انجام دادم، بقیه هم حتما همینطوره. ولی به هر حال برای این مردم واقعا هر چقدر کار بکنی بازم کمه. بله، برای اینکه واقعا مردم بسیار با محبت و دوست داشتنی داریم. بله، وقتی محبت میکنن از ته قلبشونه، یعنی برای هیچ چیز خاصی نیست. در خدمت جناب آقای امید مصباح هستیم، یکی از نوازنده های چیره دست ایران، مخصوصا شهرستان استان البرز کرج. درس پس میده استاد. من اومدم خدمتشون راجع به رضا رویگری صحبت کنم. بله بله. شما رضا رویگری رو میشناسید؟ کیه که آقای رویگری رو نشناسه؟ استاد رویگری رو نشناسه؟ نسل ما که خب 100% با آثار ایشون، فیلم های ایشون، آهنگ های ایشون بزرگ شده، و من خدمت شما بارها عرض کردم، آقای موسوی شما خودتون در جریان هستین، بعضی ها هستن که به نظر من تاریخ ایرانن. بله. یعنی توی تاریخ ثبت شدن این اشخاص، دیگه مثل این اشخاص نمیاد. یکی از این اشخاص آقای رضا رویگری که واقعا به نظر من یکی از بی‌نظیرترین بازیگرا و خواننده‌های خوش صدا. حالا ما چون البته من که خودم هنرمند نمیدونم، ولی خب دستی به آتش موزیک داریم، یکی از بهترین صدا، مخملی ترین صدا رو دارن ایشون. یعنی ما صدا شبیه آقای رویگری خیلی خیلی کم داریم. وقتی این ترانه معروف آقای رویگری رو شنیدین؟ بله بله. که ایرانی؟ بله بله. چه احساسی داشتین؟ آدم احساس غرور میکنه. آدم احساس غرور میکنه، مخصوصا وقتی در وصف ایران خونده میشه این آهنگ.
آدم احساس خوبی داره. و از اون جالبتر اینه که ایشون وقتی نقشش تو سریال مختار بازی کردن نماینده ایرانی ها بودن، یعنی نقشی که داشتن اصلا تو نقش ایرانی های اون فیلم رو داشتن. هر دو جا رو وقتی بغل هم میذاریم میبینیم که ایشون اصلا میگم وقتی آهنگ ایران و اون کار رو بغل هم آدم میذاره میبینه که چقدر کار بزرگه و آدم احساس غرور میکنه به نظر من. حالا ما داریم میریم منزل آقای رویگری. بله. برای گفتگو. بله. چه پیامی برای ایشون داری؟ میخواستم از ایشون تشکر کنم برای یک عمر زحمتی که برای جامعه هنری کشیدن، حالا میگم بازیگری، نقاشی، موسیقی، چون ایشون دستی بر آتش دارن بر همه این هفت هنری که ما اصلا داریم، ایشون توش استاد هستن. تشکر کنم و دستشون رو ببوسم و خیلی خیلی ممنونم، آرزو سلامتی براشون کنم، ایشالله که هر جا اصلا صحیح و سلامت باشن. اگر شما آقای رضا رویگری رو الان ببینی بهش چی میگی؟ هم ببینی چی میخوای بشی؟ من تنها چیزی که میتونم بگم فقط میگم خاک پاشونم، چون واقعا تشکر میکنم برای یه عمر زحمتی که برای حالا نسل ما، نسل گذشته، نسل آینده حتی میتونم با آثار ایشون زندگی کنم و استفاده کنم. زنده باشه. سلامت باشه. زنده باشه. قربان شما. مرسی. خواهش می‌کنم. بله. ما خسته نمیشیم از جناب آقای رویگری. ما میگیم بریم یکی از کاراتون رو ببینیم. من اینجا نمیرم. کجا برم؟ بله، کجا بری بهتر اینجا. خب جناب آقای رویگری هست جانم، چون میگم این تایم خداحافظیه، ما میخواییم ازت که اگر گلگی داری، اگر تقاضایی داری، این دوربین کوچه خاطره هاست و هیچی سانسور نمیشه. اگر از کسی گلگی داری، اگر از کسی تقاضایی داری، مخصوصا مسئولین مربوطه که مربوط به ارشاد و نمیدونم اینا میشه که کار شما با ارشاد دیگه، اگه گلگی داری، اگه تقاضایی داری، اگه صحبتی داری باشون بفرمی. والا من خودم خواسته ای ندارم چی بگم، خودشون همه چیزو میدونن. بله. یعنی من هرچی بخوام بگم زیاده گوییه. فقط یه خواهش دارم، خیلی از هنرمندای ما الان تو خونه نشستن. آفرین. آقای فردوس کاویانی کجاست؟ بله. چه کسی نمیره سراغش؟ نه، ما قصد ناراحتی نداشتیم، ما ناراحت بشی یا گفتیم صحبت کنی که بدونن که واقعا به چه کسی اشاره کرد. بله، بفرمایید. خیلی از هنرمندایی که واقعا الان تو خونه نشستن و منتظرن یکی زنگ بزنه برن سر کار، حالا از نظر مسئله مالیش جدا، اونو خدا بزرگ یه جوری کم و زیاد میرسونه، ولی این آدم ها نیاز به دلجویی دارن. بله. بهشون برسن، همین هواشونو داشته باشن، بدونن اینا بودن که اون صندلیه که شما روش نشستین هست، اینا برن اون صندلی از زیرتون برداشته میشه، همتون با یه جاتون میان پایین. بله. ببینید جناب آقای رویگری از خودش نمیگه، میگه به داد هنرمندای برسین که خونه نشین هستن، برین سراغشون، دلجویی کنی. مثلا میارین یه شخصی رو گریمش میکنین میشه 40-50 ساله، ما 50 ساله داریم تو خونه نشین، الان میخواد که دعوت به کار بشه. یکی از هنرمندای خانم که الان بشه حضور ذهن ندارم، توی بیمارستان که حیاتش رفته بودیم فرمودن که من مریض کارم، هیچیم نیست، فقط مریض کارم، اگه به من کار بدن من خوب میشم. خب چرا باید کار ما به اینجا بکشه؟ اسمش نیکی مناج نبود؟ نه، همین اخیراً فوت کرد. خانم کیافر. بله. آه، خانم کیافر. بله. میگفت من مریض کارم، اگه کار بدن من. عرض کردم هنرمند موقعی میمیره که واقعا تو خونه بشینه. بله. کار نکنه. ببینید یک سوال کردم، اصلا مربوط به آقای رویگر نبود، اشکش در اومد داره گریه میکنه. ما قصد ناراحتی شما رو نداریم. بله، ببخشید آقای رویگر، ما نمیخواستیم اشک شما رو در بیاریم، ولی این یه توقعی خیلی کمه. نگفتن ملک و املاک میخواییم، نگفتن ملک و املاک میخواییم. ای بابا، این همه ملک و املاک که توی مملکت، این همه پول که توی حساب هاست، کیه قرونشو برده اون ور؟ به قول آقای گلپا میگفت کفن جیب نداره، ما هیچی با خودمون نمیخواییم ببریم. چرا بعضی ها 3-4 تا گونی هم بهش دوختن دارن میبرن؟ میبرن؟ آره. خاله خودم بخندونیمت.
بخندید. ببینم این یه دو تا از دوستاتون هستن که الان هم اینجا حضور دارن. بله. که خیلی شما رو این روزا رو اذیت میکنن. نه بابا این اونکی ها میان من رو زمین جمع میکنه. هر شب میافتم زمین. بله. هیچ زنگ میزن. اسماشون هم بگی معرفی کنی جلوی دوربین. آقای محمود اسکندری. بله. آقای بله. مهران محمدی. بله. آقای محمدی. مهران دیگه. بله. آره. چقدر زحمت کشیدن این روزا وقت گذاشتن استاد رویگری رو هر جا که میخواد بره همراهی میکنن و یکی که باید اسمشو بیارم که واقعا چیز خانم فریبا کوثری حواسش به من هست چون هم محله هستید موقعی که خودش نیست اون کارگر ساختمونشون رو بهش گفته که هر وقت فلانی زنگ زد هر کاری داره برو انجام بده بح بح. حالا غیر از اینا هم دیگه چیز دارن دیگه بالاخره توی خونه هم خب من با همسرم زندگی میکنم دیگه بقیه کارهایی که دیگه ایشون بقیهشو انجام میده دیگه زنده باشن انشالله خانم کوثری یکی از هنرمندهای مورد علاقه منه من خیلی دوستشون دارم ما همه از یه خانواده هستیم زیر یه سقف داریم زندگی میکنیم تو ایران من تشکر میکنم دستاتو میبوسم چرا که جناب آقای رویگری میگه خیلی زحمت میکشه برای من جا داره که ما اینجا همه دوستان اینجا شما قدردانی میکنم بله در خدمت جناب آقای محمدی هستیم جناب آقای محمدی شما میدونم این روزها وقتتون رو گذاشتین و جناب آقای رویگری رو میبرین این ور اون ور خونه هنرمندا میرن برنامه تلویزیونی دارن یا هر جا که آقای رویگری هست شما هم هستین آیا از آهنگ‌های آقای رویگری رو شما گوش کردین و اگه گوش کردین کدوم آهنگش رو بیشتر دوست دارین؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موسوی و برنامه خوبتون برنامه کوچه خاطره‌ها که داور هنرمنده قدیم هستش والا در کنار امون رضا بودن همش خاطره است برام همش آقا رضا هم تو موسیقی حرف اولو میزنه هم تو هنر هم تو نقاشی همه فنا رو امورزا بلده برای خودش آهنگ ها امورزا هم همه خاطر انگیزه مخصوصا یه آهنگ داره آهنگ بغض آهنگش خیلی قشنگه یعنی من هر سری گوش میدم برام خیلی آهنگ تازگی داره هیچ وقت قدیمی نمیشه اون آهنگ بغض خود استاد رویگری هم اون آهنگ واقعی دوست داره اون آهنگ یه جورایی حرف دل استاده اصلا اون آهنگ خیلی آهنگ قشنگیه آهنگ بغض من از همینجا میگم هر کسی که دوست داره بشنوه این آهنگا رو میتونه توی گوگل بزنه آهنگا استاد رویگری رو میاد بالا دانلود کنه سه تا آلبوم دارن قوقای عشق کازابلانکا و خیلی آهنگای خاطر انگیز یا آهنگ ایران ایرانشون هم که دیگه آقا به قول خودشون زلزله 20 ریشتری بود سال 57 دیگه چی بگیم ما از استاد ما هرچی داریم یاد میگیریم فقط ما لحظه به لحظهش برای ما یادگیریه تجربه کسب میکنیم از کنار ایشون زنده باشیم شما تا من پرسیدم فرمودید سه تا آلبوم ولی این نشکافتید که بگید که چند تا آهنگ خوندین با کیا همکاری داشتین و آهنگات رو معرفی کنیم ما خوشحال میشیم خب آهنگاری که هر کدوم بخش بشه آدم باید دونه دونه معرفی کنه ولی سه تا آلبوم دارم که حدود 32 ترک موسیقی دارم که حدود 17-18 تاشو خودم موسیقیشو ساختم بله. بر مبنای صدای خودم و خدمت شما عرض کنم که به اسم از عشق گفتن قوقا و کازابلانکا به به که با اسم آلبوم هاست بله اسم آلبوم هاست با آدم های مختلف کار کردم بله آقای حمید عسکری دو تا از ترک ها رو موسیقیش گفته بله. آقای یغما گلروی دو تا شعر ترانه ها رو گفته بله خانم مریم اسدی یکی از ترانه ها مو گفته بله. خیلی با آدمای قوی خوبی کار کردم خوشبخت آقای پوریا حیدری که همش تو استودیو ایشون بودم و ایشون تمام کارهای موسیقی رو انجام میداد دیگه بله خب هر سه آلبوم موفق بوده چون با آدمای کار کردی که الان یاد کردیم از همشون همینطور که خدمت رو اول برنامه از کردیم یه موقع اگه یادیمون رفت که یکیشون رو اسم ببریم دلگیر نباشن از ما قرار تو قرضی نیست
فقط حضور ذهنمون نیست. خب آقای رویگری جانه. بریم برای خداحافظی. حرفی، صحبتی، آیا سوالی مونده که من ازتون نپرسیدم ولی شما دوست دارین جلوی دوربین بگین؟ والا سوال که زیاده، جوابم زیاد، ولی دوست ندارم همه چیزو جلو دوربین بگم، از گلایه خوشم نمیاد. بله. ولی خب زیاد هست، آدم بخواد بگه که نمیشه هر چیزی رو نباید گفت اصلا. بله. چون بله. مردم رو هنرمند یه جوری حساب میکنه، یه ده معلوم بشینم راجع به مشکلاتم بگم، میگن اینم که خب عین ماست که. بله. مالون براندو میگه هنرمند نباید از 10-15 متر نزدیکتر باشه توی مردم، یعنی خیلی نباید نزدیک باشه که فکر کنن اینم که خب این بقیه است. بله. منظورش فکر کنم این. بشکن بذار راحت
میگم برگرد صدا تو میشنوم، اما تو رو اینجا نمیبینم، از این که عاشقم نیستی مثل هر روز غمگینم. دارن دیگه تا با جارون انداختن اون بیرون پاشیم دیگه. بله خداحافظی کنیم از مردم. خب دوست داشتیم. خدا نگهدار عزیزانم، خیلی خوشحالم که تایمی رو در خدمت شما بودم. بله. امیدوارم که هر جا هستی سلامت باشین، این پرو توکل ها رو رعایت کنین. پروتکل یا توکله؟ بله خب آره. صحبت های شیرین آقای رویگری منو یاد یه چیز انداخت. من همیشه تو برنامه هام الان این روزا هر جا که برنامه میذاریم، چه زنده باشه چه ضبط باشه، من تشکر میکنم از کل پزشکان جهان مخصوصا ایران، پرستارهای عزیز که زحمت میکشن، ماها خونهشون نرفتن، بچه‌هاشون ندیدن، اینا حسابشون جداست. خدا حفظشون کنه، خدا سلامتیشون بده، خدا کنه هر چه زودتر این بیماری، این ویروس لعنتی از مملکت ما مخصوصا از جهان ریشه‌کن بشه و ما راحت بشیم، راحت بتونیم جمع بشیم دور همو بگیم و بخندیم و مثل همیشه شاد باشیم. بله از همه عزیزانی که زحمت میکشن یک ساعت برنامه خوب بیاد به خونه های شما تشکر قدردانی میکنم. تا برنامه بعد خدا یارو قصدک بیا کنارم، برام از خونه بگو، از همون خونه که پشت گریه پنهونه بگو، بگو چند تا گریه راه تا جواهر ده سبز، چند تا راه بنون سنگی، چند تا دیوار، چند تا من بگو از خواب متل بود، از شب دریا کنار، بگو